مدیریت انجام درست کارهاست. رهبری انجام کارهای درست است. مهمترین چیز در ارتباط شنیدن چیزهایی است که گفته نمی شود. انسانهای کارآمد کمیابترین و ارزشمندترین منابع در هر سازمان هستند. پیتر دارکر یکی از مشهورترین و برجسته‌ترین نظریه پردازان در زمینه مدیریت بود. بسیاری او را پدر مدیریت مدرن می دانند. اما نظریه ها و سخنان پیتر دارکر کمک بسیاری به بهبود عملکرد سازمان ها در زمینه مدیریت کرد. او مؤلف پرکار بود و همچنین جز اولین کسانی بود که مدیریت را کارکرد مجزا و مدیر بودن را مسئولیت متفاوت می دانست. در این بخش می پردازیم به سخنان فوق العاده ارزشمند وی در زمینه مدیریت، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. برنامه ریزی بلند مدت ارتباط به تصمیمات آینده ندارد، بلکه به آینده تصمیمات کنونی مربوط می شود. بزرگترین خطر در هنگام تغییر خود تغییر نیست، بلکه عمل کردن با منطق دیروز است. کیفیت کار درست را بار نخست درست انجام دادن و بار دوم بهتر از بار نخست انجام دادن است. اگر گمان می کنی که دوران تغییر بد درازا می کشد، همین گونه خواهد بود. اگر شما سرگرم کار هستید که آن را دوست ندارید و یا آنچه را که دوست دارید انجام نمی دهید، تردید نکنید ناهنجاری را به سکون و آرامش برتری داده اید. کشف فرصت ها رمز اصلی موفقیت مدیران و سازمان ها به شمار می رود، زیرا با بهره گیری از فرصت ها نتایج سودمند به دست می آید، در حالی که با حل مسئله فقط وضعیت به شکل عادی باز می گردد. مشکلات مدیریت همیشه به مشکلات مردم تبدیل می شود. زمان کمیابترین منبع است و تا زمانی که آن مدیریت نشود، هیچ چیز دیگری را نمی توان مدیریت کرد. تنها چیزی که ما در مورد آینده می دانیم این است که متفاوت خواهد بود. هیچ وقت به خوشحالی خود اهمیت نده، فقط وظیفت را انجام بده. امروز دانش دارای قدرت است. دانش دسترسی به فرصت ها و پیشرفت را کنترل می کند. هر بار کسب و کار موفقی را دیدید، بدانید که کسی یک بار در زندگیش یک تصمیم شجاعانه گرفته است. رهبری با نتایج تعریف می شود، نه ویژگی ها. بیفایده ترین کار دنیا این است که کارهایی که لزوم به انجام آنها نیست با کارایی بالا انجام شود. هر چیزی که اندازه گیری شود بهبود می یابد. نتایج با بهره برداری از فرصت ها حاصل می شود، نه با حل مشکلات. بسیاری از چیزهایی که ما مدیریت می نامیم آن چیزهایی است که کار را برای افراد دشوار می کند. هرگاه با مسئله‌ای که حل شدنی به نظر نمی رسد روبرو می شوید، به خود یادآور شوید که حل و فصل آنها در گرو یک واکنش مناسب است. بهترین راه پیشبینی آینده ساختن آن است. اکنون ما پذیرفته ایم که یادگیری یک فرایند مدام العمر برای حفظ موقعیت در تحولات است و مهمترین وظیفه ما آموختن این نکته به مردم است که چگونه یاد بگیرند. آرمانها، اندیشه ها و مفاهیمی که ما درباره خود داریم جوانی، شادابی و تندرستی ما را رقم می زند. شما در ذهنتان همواره از این آزادی برخوردارید که در سازش و آرامش غوطه‌ور شوید.
اتخاذ تصمیمات درست مهارت کلیدی در هر سطح است. فرهنگ شرکت مثل فرهنگ کشور میماند. هیچ وقت سعی نکن آن را تغییر دهی. در عوض سعی کن بر اساس شرایط موجود عمل کنی. هدف هر تجارت به وجود آوردن مشتری است. یک مدیر موفق این سه ویژگی را دارد. اول، زمان خود را مدیریت می کند. وقت زمان را مدیریت نتوان کرد، هیچ چیز دیگر را نمی توان مدیریت کرد. دوم، برنامه ریزی بلند مدت دارد و تصمیمی می گیرد که بر آینده سرگذار باشد. و سوم و مهمترین که برای یک مدیر دانش قدرت است و می کوشد هر روز به دانش خود بیفزاید. هیچگاه درباره به پایان رساندن هرچی پرشتابتر کارها و یا حجم گستردگی آنها نیندیشید. تنها کافی است که از همین زمانها بهره گیرید و برخیزید. با این 5 روش انسان شادتر شوید. اول، هر روز از خدا برای تمام چیزهایی که برایتان مهیا ساخته و داده است سپاسگزار باشید. دوم، هر روز هدفهایتان را برنامه ریزی کنید و این طور کمتر تحت فشار می باشید. سوم این که برای خود هدیه دهید، وقت صرف خود کنید و به خود ارزش قائل شوید. چهارم این که وقت خود را صرف سرمایه گذاری برای خودتان کنید. و پنجم و مهمترین که هر روز کتاب را مطالعه کنید که شما را به سوی خردمند بودن هدایت می کند. هرگز فراموش نکنید که هوش بر جهان حاکم است و جهل تحمل بار است. بنابراین تا حد ممکن خود را از جهل دور کنید و تا حد ممکن به دنبال هوشمندی باشید. سه عمل که شما را از همه باهوشتر نشان می دهد. تصمیم درست و سرنوشت سازتان در اوقات سخت. دوم، پیدا کردن راه حل برای مشکلاتی که به اطرافیانتان و خودتان اتفاق افتاده است. و سوم، شجاعت و دلیری و از دست ندادن خودتان در هنگام مبارزه با رقیبانتان. اینها عملهایی است که شما را باهوشتر نشان می دهد. و اگر از این ویدیوی ما خوشتان آمد، همچنان برایتان یک ویدیو زیبای دیگر را نیز پیشنهاد می کنم. سخنان زیبا ورزشمند توماس کارلایل که حتما با دیدن آن هم چیزهای زیادی می آموزید. پس به هیچ وجه آن ویدیو را نیز از دست ندید. تا ویدیوی بعد شما را به خداوند یکتا می سپارم.